در ویدیوی امروز بناس به روایت نویسنده این کتاب درباره یکی از گروه های مرموز ایرانی صحبت کنیم. ویلیام براملی در بخشی از بررسی های خودش درباره انجمن جهانی برادری به هشاشین میرسه. اینطور که در برخی منابع اومده اسم رسمی این گروه مسلمان باطنیان بود ولی این مخالفاشون بهشون اسم هشاشین رو داده بودن و حتی گفته میشه واژه اساسین در زبان انگلیسی برگرفته از همین نام هشاشین هست یه نکته رو بهتره دوباره یادآور بشیم که محتوای این ویدیو بر اساس کتاب خدایان عدن هست و اگه مطلبی درباره هشاشی مطرح میشه که به نظرتون درست نیست منبع خودتون رو که اطلاعات درستری داره توی کامنت ها مطرح کنین تا بعدا بتونیم در یه فرصت مناسب بر اساس منابع تازه و با دیدگاهی متفاوت دوباره سراغ این موضوع بریم در عین حال که گفته میشه ظاهرا اطلاعات درست و قابل اعتماد زیادی درباره این گروه وجود نداره چون بخش عمده ای از نوشته ها و آثار مربوط به باورهای اونها در حمله مغول به قلعه علموت مقر اصلی این گروه از بین رفته و بخش عمده ای از اونچه ما میدونیم بیشتر اطلاعات غلطی هست که دشمنان و رقبای اونها دربارهشون منتشر کردن شاید بد نباشه این رو هم یادآور بشیم که اگه به هر دلیلی روی اعتقادات مذهبی یا غیر مذهبی خودتون تعصب دارین و از شنیدن چیزی برخلاف باورهاتون عصبانی یا ناراحت میشین لطفا دیدن این ویدیو رو همینجا متوقف کنید اما در کتاب خدایان عدن ویلیام برملی مطرح میکنه که این شعبات مذهبی در اسلام بعد از درگذشت محمد پیامبر مسلمانان یکی از ترفندهای فرازمینی هایی بود که میخواستن انسان ها همیشه در اختلاف و جنگ باشن و فرصتی برای تفکر و تعالی روحی و معنوی خودشون پیدا نکنند. اون در بررسی خودش فرقه اسماعیلیه رو به عنوان یکی از شاخه های مسلمانان شیعه بخشی از انجمن سری جهانی برادری معرفی میکنه که مرکزش در قاهره مصر بود و اضافه میکنه که همین گروه خاصگاه هشاشین است. یکی از اعضای اسماعیلی مردی به اسم حسن سباق بود گفته شده که اون ابتدا از شیعیان دوازده امامی بود ولی به روایت ویلیام براملی اون دچار یه بیماری سخت و خطرناک میشه و وقتی شفا پیدا میکنه مدعی میشه که خدا با این بیماری اونو امتحان و تطهیر کرده و درمانش به معنای بازتولدی معنوی هست و به این ترتیب آینش رو تغییر میده اون که مدتی در شهرهای قاهره و اسکندریه مصر ساکن بود در سال 1078 میلادی از خلیفه اصلی اسماعیلی در قاهره اجازه خواست تا این آین رو در سرزمین پرشیا منتشر و تبلیغ کنه و به این ترتیب زمینه برای تشکیل گروه معروف به هشاشین فراهم میشه حسن سبا متکلم فیلسوف و منجمی خونده شده که در مدیریت و تدابیر سیاسی و جنگی تبهر داشت و در اینها زندگی زاهدانه هم در پیش گرفته بود. ویلیام براملی توضیح میده که هشاشین معمولا به عنوان یه فرقه مذهبی معرفی میشن ولی در واقع بیشتر یه انجمن مخفی بودن اون در توضیح به نقل از آلبرت مکی تاریخشناس ماسونی نوشته که هشاشین چندین مرحله برای عضویت افراد داشتن و طریقتی مرموز و سری برای خودشون تعریف کرده بودند. در این حال که به نظر میرسه مثل فراماسون های امروز سه درجه کلی داشتن که بر اساس اون اعضا به سه گروه کارآموز یا مبتدی رفیق یا همراه و استاد تقسیم می شدن. احتمالا براتون عجیب نیست اگه بدونین که ما این کتاب آلبرت مکی رو هم توی لیستمون گذاشتیم تا برای ویدیوهای بعدی سراغش بریم و اگه میخواین دربارش بیشتر بدونید حتما مشترک شبکه بشین تا ویدوهای بعدی رو از دست ندین. به نوشته ویلیام برملی هشتاشین نظامنامه مذهبی داشتن که شبیه نظامنامه های شوالی های و شوالی های تتونیک بود. یعنی دو گروه از نظامیان مذهبی که در قرون وسطا برای خدمت به زائران اورشلیم تشکیل شده بودند و در جنگ های سلیبی هم نقش داشتند. به این ترتیب ویلیام براملی با در نظر داشتن همه این شباعت ها نتیجه گرفته که هشاشین بخشی از شبکه انجمن برادری جهانی بود. اون به این نکته هم اشاره میکنه که اسم هشاشین به طور تحت و لفظی به معنای مصرف کننده هشیش هست و اضافه میکنه که گفته میشه به خاطر استفاده اعضای این گروه از هشیش این اسم به اونها داده شده در عین حال که به گفته اون گروه های مختلف شبکه انجمن برادری در طول تاریخ از مواد مخدر برای آزادی ذهن و رسیدن به روشنگری معنوی استفاده میکردند البته یه نکته خارج از کتاب اینه که بر اساس منابع ایرانی که در اینترنت در دسترس بود ترجمه تحت و لفظی کلمه هشاشین و ربط دادن این گروه به مواد مخدر اشتباه است. بلکه در اون زمان در کشورهای اسلامی و از جمله ایران دارو فروشان به اسم هشاشین خونده می شدن و دلیل عنوان این گروه همین بود که بیشتر اعضاش از, از شغل دارو فروشی برای مخفی نگه داشتن هویت خودشون استفاده می کردن. اما به کتاب که برگردیم ویلیام برملی نوشته که هشاشین یه سازمان مجهز به نیروی نظامی هم بود و حسن سبا که استاد اعظم اونها حساب می شد قلعه علموت رو در ارتفاعات غرب ایران به عنوان پایگاه اصلی خودش و پایگاه اصلی همین نیروی نظامی انتخاب کرده بود اسم این قلعه ظاهرا در زبان محلی به معنی آشیانه اوقاب هست هشاش که در اناد و رقابت با بقیه فرقای اسلامی بود در جنگ های صلیبی هم حضور داشت و همزمان علیه شوالی های معبد و چند نیروی نظامی مسیحی دیگه می جنگید. اونها برای پیروزی در این جنگ و درگیری ها روشی مرگبار در پیش گرفتن که به تدریج زمین ساز شهرت اونها شد و در مدتی اندک این گروه به یه نیروی سیاسی و نظامی روبنگیز در منطقه تبدیل شد. در این روش اونها افرادی رو تحت عنوان فدایی تربیت و مسئول قتل مقامی سرشناس در ملعه عام می ویلیام براملی اشاره میکنه که در عصر حاضر اغلب مردم با پدیده آدمکش هایی که به تنهایی کار میکنن آشنا هستند این افراد که تحت عنوان اساسین شناخته میشن معمولا مردان جوان بین 20 تا 30 ساله هستند که با کمترین اهمیت به امنیت شخصی خودشون به تنهایی یکی از رهبران مهم جامعه را رو در روز روشن و در برابر چشم عموم میکشند. در واقع اساسین کسی است که بر اساس عقیده مشخص فرد یا افراد خاصی از جامعه رو به قتل میرسونه قتل هایی که به صورت ناگهانی و اغلب علنی انجام میشن و معمولا جامعه رو در شوکی شدید فرو میبرن و میتونن در اغلب موارد مسیر سیاسی یا اجتماعی ملت رو تغییر بدن ویلیام براملی اضافه میکنه که خیلی ها باور دارن که آدم های از این دست در عصر کنونی ظاهر شدن در حالی که این پدیده برای صدها سال یکی از ابزارهای سازمانهای سیاسی و اجتماعی بوده این نوع آدم کشی ابزاری مؤثر و ترسناک برای کنترل سیاسی و اجتماعی یک کشور به شمار میاد و روشی هست که گروه های مشخص برای پیروزی در جنگ نابودی دشمنان و افزایش نفوذ سیاسی اجتماعی خودشون همیشه استفاده کردن. ویلیام براملی این سوال رو مطرح میکنه که رهبران هشاشین چطور میتونستن مردان جوان رو به قتل مد نظر خودشون ترغیب کنن. مخصوصا قتلی که در ملعه عام انجام میشد و به احتمال زیاد و در اغلب موارد خود قاتل بلافاصله گرفتار و کشته میشد. اون برای جواب این سال سراغ نوشتای مارکوپولو ماجراجوی معروف میره که بر اساسش سازمان هشاشین روشی خیلی موثر برای این کار داشت که شبیه شستشوی مغزی در اصر حاضر هست. به این صورت که بخشی از قلعه علموت به یه باغ مخفی بسیار زیبا تبدیل شده بود که کاملا شبیه باغ بهشتی بود که در روایت های اسلامی توصیف شده یعنی میشد تقریبا درخت هر میوه شناخته شده ای رو اونجا پیدا کرد و نرهای از شراب و شیر و اصل هم در اون طبیعه شده بود قصرهای زیبایی هم بود که در اونها دختران زیبا رو آوازخانان و رقاص ها تمام مدت آماده خدمت بودند. به نقل از کتاب مارکوپولو نقش شده که اگه مرد جوانی به عنوان فدایی احتمالی بعدی هشاشین مشخص میشد اونو با مواد مخدر از خود بیخود میکردن و به این باغ مخفی میبردن اونجا برای چند روز از این مرد جوان پذیرایی میشد و هر میخواست در اختیارش بود بعد دوباره با مواد مخدر از خود بیخودش میکردن و به خونش برش میگردوندند این مرد جوان باور میکرد که رهبران هشاشین اونو به بهش بردن و برش گردوندن و با این فکر که میتونه دوباره به بهشتی که توش بود برگرده با رضایت کامل تمام دستورها و خواستای رهبران هشاشین رو دنبال میکرد و تابع کامل اونها بود. معمولا هم به این آدم ها گفته می شد که لازمه بازگشت به بهش اینه که یکی از رهبران دشمن رو به طور علنی و خیره کننده بکشن و به این ترتیب این خستگان چشم راهه بهش در یه محل عمومی کمه میکردن و قربانی خودشون رو در برابر همه با یه خنجر یا دشنه میکشتن و چه در اون لحظه کشته میشدن یا بدن اعدامشون میکردن باورشون این بود که با این مرگ به بهشتی که در خاطر دارن برمیگردن البته در چند منبع اینترنتی خارج از این کتاب منتقدان این نظریه استدلال کردند که چنین روشی با اصول و عقاید هشاشین یکی نیست از جمله اونها زندگی زاهدانی داشتن و ایده وسوسه کردن اعضا با فراهم کردن لذت مادی کمی دور از ذهن هست در عین حال که دشای هشاشین در محدوده مشخصی بودن و ساخت باهایی که توصیف شده و مخفی نگه داشتن اونها از اعضای گروه غیر ممکن بوده ایده نهرهای شراب و شیر و اصل هم با توجه به حجم شراب یا اصلی که لازم بود در آنها جاری بشه تقریبا باور نکردنیه حتما سعی میکنیم درباره باورها رسمی هشاشین در ویدیوهای بعدی بیشتر صحبت کنیم به کتاب که برگردیم شهرت هشاشین به تدریج به حدی زیاد شد که گفته میشد تعدادی از پادشاهان اروپایی به این گروه خراج میدادند تا مبادا هدف فدایان قرار بگیرند هشاشین در اواخر قرن 13 میلادی با حمله مغول ها به تدریج تضعیف شدند و در نهایت مغول ها تونستن بیشتر پایگاه های اصلی آنها را از بین ببرند. هرچند به گفته ویلیام براملی خود مغول ها هم تحت تاثیر فعالیت ها و باورهای رازآلود این گروه بودن و میشه نشانهایی از اونها رو در فرهنگ و باورهای مغول ها هم پیدا کرد. اون اضافه کرده که تعدادی از اعضای هشاشین که تونستن از حمله مغولها ها در امان باشن راه و رسم این گروه را ادامه دادن و تا اصر امروز میشه نشانه هایی از فعالیت هاشون رو در هند، ایران و سوریه پیدا کرد. ویلیام برملی یادآور میشه که همزمان با حضور هشاشین در محدوده خاورمیانه، میانه گروهها و سازمانهای دیگه ای هم در بخشهایی از اروپا شکل گرفتن که فعالیت های سیاسی و اجتماعی خودشون رو بر اساس باورهای مذهبی خودشون شکل دادن اون اقدام رهبران کلیسای مسیحیت در تفتیش عقاید در قرون وسطا رو هم در همین دسته قرار میده مجموع اقدام هایی که به شکنجه و قتل هزاران انسان بیگناه منجر شد. ویلیام برامی این سوال رو مطرح میکنه که چه چیزی باعث میشه آدم ها با هر مذهب و عقیده‌ای حاضر به قتل و کشتار یکدیگه بشن و البته خودش هم جواب میده که این افراد چه مسیحی و چه مسلمان بر این باور بودن و شاید هستند که هر کاری میکنن راه رو برای آزادی و رستگاری معنوی خودشون هموار میکنن اونها باور دارن که با کشتار و حتی مرگ در راه باورهاشون به رستگاری ابدی میرسن اون اضافه میکنه که وقتی ساز و کار گروه های مذهبی مثل هشاشین یا شوالی ها رو بررسی کنیم مشخص میشه که رهبران این گروه ها اغلب حضور در جنگ و درگیری رو مقدمه روحانی برای ارتقاء معنوی افراد معرفی کردن که با کشتار آدم های مخالفشون تکمیل میشه اون در ادامه کتاب خودش جنگ های فرقه ای و حتی جنگ های جهانی رو نتیجه توطعه اعضای انجمن جهانی برادری میدونه و توضیح میده که در همه این درگیری های منجر به کشتار انسان ها افراد یا گروه مشخصی بودند که منابع مالی یا انسانی مورد نیاز هر دو طرف دعوا رو فراهم میکردن و حتی وقتی که جنگ رو به خاموشی میذاشت بهانه تازه‌ای برای شروع دوبارش پیدا میکردن. در ویدیوهای بعدی به چند مورد دیگه از این دست روایت های ویلیام براملی میپردازیم یادتون نره اگه هنوز مشترک شبکه ما نشدین سابسکرایب کنید